من. یعنی صحبتایی که شما دارید میکنید فکر میکنید من اطلاع ندارم. ما دو ساعت صحنه علنی داشتیم، دو ساعت صحنه غیر علنی داشتیم با تمام جزئیاتی که شما اصلا خبر ندارین ازش. تمام این مباحث مربوط به شما رو من میدونم، متهم مسئله اینه که من اونجا هم گفتم و دوستان شما هم عصبانی شدم، گفتم راه حل این نیست که من الان اومدم تو جمع شما یه هفته بعد راه حل اتخاذ میشه پول شما برمیگرده. هر کی اینو به شما بگه دروغگوئه. شما داریم میبینیم روال قانونیش رو. شما این رو متوجه باشید که ما داریم تلاش میکنیم. حتی امروز من حدود یک ساعت قبل رفتم پیش آقای دکتر لاریجانی به عنوان بالاترین مرجع، گزارش مشاهداتم رو از اون شب دادم و گفتم برخلاف اون چیزی که دولت گفته داره عمل میکنه این روال عمل نشده. شما این فرصت رو به کسانی که رفتن دیدن بین مردم یا نمایندگان اینها بدین که نظرات رو بیان منتقل بکنن. آقای دکتر لاریجانی حتی گفتن مقام رهبری هم دستور داده که سه قوه تصمیم بگیرن در مورد این قضیه و عمل کنن و تلاش کنن که احقاق حقوق مردم بشه. و حالا من نمیگم احقاق حقوق کامل خواهد شد متاسفانه. چرا باید نواد بشه؟ سبکو آخر مگه مردم پولشونه میخواهیم؟ ادامه دیم. ولی حق شما سعی خواهد شد به اون حدی که میتونن و در توانشون هست انشاءالله به شما برگرد. ولی این رو مطمئن باشید این بی انصافی، اگر فکر کنید ما نمایندگان مردم به فکر شما نیستیم. ما دو هفته قبل من در اسلام شهر بودم، مؤسسه اعتباری نور به من مراجعه کرده بودن یا مؤسسات دیگه‌ای که همینطور دارن یکی بعد از دیگری دارن اینطوری ساقط میشه. اسلام شهر هست، پردیس هست. شما به هر حال اونا هم یه مردمی هستن، از جنس شما میان تو اون دفاتر با ما صحبت میکنن، اونا هم مال باخته هستن. الان میگن دارن شناسایی منابع میکنن، ولی اون شناسایی منابع به اندازه کافی نیست که جواب باشه. راه حل دیگه، سوال راه حل، سوال از رئیس جمهوره. این هم با امضایی که در صحن شده انشاءالله اینم حالا به هر حال به نتیجه یا خواهد رسید یا قبل از اون رئیس جمهور انشاءالله خواهند اومد و در جواب خواهند رسید.